توضیح بدی. خب واسه تعویض لوازم ترمز چرخ عقب پیکان، یکی چو باز می‌کنی، یه دست هول میدید سمت عقب، یه ضربه میزنید اینجا، کاسه چرخو در میارید. اینو حتما قبل اینکه باز کنید بشورید. در بیارید بیرون، پینش هم در بیارید، اینو آزاد کنید، یکی رو آزاد کنید کافیه، نیاز نیست یکی رو دیگه آزاد کنید، یکم چرخ رو بچرخونید بدید بیاد پایین همینجا. قوطی بذارید زیرش، این لبه هاش کلن جمع شده، این موقع جا زدن باید خیلی حواستون باشه لبش برگرده دیگه به درد نمیخوره. درگیر بالاییشو به این صورت، به این حالت در بیارید تو بزنید جا. اینجا واسه راحتی کارتون میتونید روغن ترمز کمتری ازش بره، پایینی رو در بیاری جا به جا بزنید، این پیستون بالایی رو بزنید پایین، بعد اینو سر حوصله جمعش کنید تو بزنید بالا. داخلش حتما یه دستمال بکشید. این حتما چند بار پیستون رو عقب جلو کنید که لبه هاش بر نگرده به این صورت. بعد گردگیرش رو جا بزنید. اجازه اید این فنر رو، حالا فنرش هم خراب شده ولی اینو حتما قرار بده داخل، یه سوراخی داره باید حتما بره داخل سوراخ، داخلش هم تمیز کنید، همین کثیفی های لبه هاش باعث میشه که لوازم برگرده گوشه هاش. لبه های لوازم باید به روبه داخل پیستون باشه هر دو طرف. گردگیر رو برگردانید دوباره. این دوباره حتما یه دستی رو بذارید اینجا، یه چند بار بازی کنید به این صورت که گوشه هاش بر نگرده. اینو که اجازه دید و پیش گوشتی یه ذره فشار بیارید تا قشنگ گردگیر بخواد سر جاش. اینا رو میزون کنید که لنت بیفته داخلش. خب اینا رو که اجازه دید دوباره یه مار دیگه بشوریدش که روغن ترمزایی که ریختن از بین بره. روغن ترمز زدش آبه، یه ذره آب که بهش بخوره کلن از بین میره.
لنتاش هم نیاز به تعویض داره. حالا موقع تعویض آموزش اینا واسهتون میذارم. لنتاش از این کوبیدنیه. نیاز نیست کامل تعویض بشه. اول یکی رو جا میزنید. این صورت میدید بیرون که بیفته داخل این قلاب. حواستون باشه این اگه نیفته اذیتتون میکنم. خب یکی هم پینش رو جا میزنم. خب اینجا این فنر پایینی رو جا میزنیم. بعدش اینو باید حتما بخوابونید. ببینید یه کشکشتی یاده شانسی بندازید زیرش با یه چیز دیگه اهرام کنید این بیاد بالا. این به این صورت اینو باید بیاریدش بالا. این یکی فنرم بالای فنر پایینی باید بندازید. حواستون باشه پایین بندازید گیر میکنه. اینو که جا زدید سر کاسه چرا باشه ریکلاژش هم ببین یک کم میکشید بیرون چارسو یا دوسو میندازید پشتش. این صدا رو گوش کنید. این صدای ریکلاژ اینجا هم این پیچ چارسو رو میبندید و حتما باید هواگیریش کنید. بعضی هاشون آشار 8 میخونم بعضی هاشون آشار 7. خب پر کن ترمزها رو اینجا رو نگاه کنی. ای الان هواش کامل در میاد بیرون. نگردار گوش کنید صدا رو. همش هوای پر کن. باید اینقدر هواگیری کنید که دیگه صاف و زلال در بیاد بیرون. الان زلالیش به کنار منظور دیگه هوا نهش داشت. نگردار پر کن. نگردار پر کن. نگردار پر کن. اینجا رو نشون بده. نگردار این الان دیگه داره صاف میشه. پر کن. یه دفعه دیگه بگیریم کافی. نگردار الان نگاه کن صاف صاف میاد بیرون. دیگه این هوا نداره. اوکی اوکی و تمام. موفق باشی.